سلام، عرفان سلیمی هستم با 14 قسمت از فصل جدید نقد ترانه به نام زن زندگی در خدمت شما. ششمین برنامه ای که به پیروز عزیز تقدیم میشه، این یوز ایرانی، سبب ساز امید، افتخار و حس خوبی که در این مدت داشتیم به ایرانمون، به دفاع از حقوق حیواناتمون و اینکه امیدوارم روح شاد باشه. به سمت فردای جهان رو نقد میکنیم با ترانه زیرج جنتی عطایی، موسیقی معین شیرپور با صدای داریوش. مدت ها بود که همکاری بین جنتی عطایی و داریوش اتفاق افتاده بود که اتفاقات ایران چه بهانه بهتر از این که اتفاقات ایران باعث شد که این اتفاق بعد از مدت ها رخ بده. ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی؟ فریاد تو پنهون نکن ای خاک خاکستر نشین، خدای این خرافگی زندگی سوزونه، ببین. بغض نکن، بغض نکن ای میهن دلنگران، خروش تو گسیل کن سمت سکوت این جهان. ای سرزمین زخمی، ای میهن رنج و بردگی، کی قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی؟ از فصل قتل آب آبان ماهه هر ماهه و سین زنای نوجوان جون سپار غم زن، از شهرهای لبالب، از گرسنه های در به در، از خاوران های پر از جنازه های قدغن، حرف بزن میهن من، میهن من حرف بزن، از صلح و از برابری حرف بزن میهن من، حرف بزن میهن من، حرف بزن میهن من، از فقر و از ستم به جانب جهان حرف بزن. قاضی های معرکه گیر، پاسبونای روزخون، اعدام های دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلیه فروش، بساطی های مسکن پیرزنای گونی بدوش، رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پروا دادن و حراج قفل قفس، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خرافه و جنون. ای سرزمین زخمی، میهن رنج و بردگی، کی قصه سکوتتو میخوای به تاریک بگی؟ یک گونه از ترانه نویسی از ایرج جنتی عطایی دیدیم در دو آلبوم مثل هیچکس، و هم یه آلبوم دیگری بود که ترانه فستیوال گل بود درش. دو ترانه، دو آلبوم شش ترکه که مهرداد آسمانی خوند. آلبوم اولی را که ترانه ها رو پس بدن داخلش بود. از اونجا به بعد ترانه بازار، اونه که ترانه دوست دارن یا جنت رو دنبال میکنه، یک حالت رئال تری همراه با همون پیچیدگی های گهگاه کلامی ایرج جنتی در ترانه هاش پیدا شد، که این ترانه هم در ادامه اون روندیه که حدوداً از 7-8 سال پیش اگر اشتباه نکنم ایرج جنتی در پی گرفته. ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، اشاره به ایران عزیزمون داره که میگه کی قصه سکوتتو میخوای به تاریخ بگی. ایران همیشه آماج ظلم و ستم بوده، آماج این صحنه جنگ بوده، صحنه نبرد بوده، و همیشه مردمی داشته که یا از ترس یا از درد بسیار یا از بغض تو گلو نمیتونستن حرفشون رو بگن. به نظر من اتفاقی که از 6 ماه پیش افتاده و دنیا دیده، پایان این همه سال تلسم در واقع این سکوته، و این سکوت رو در واقع داره میشکنه. میگه ترانه‌سرا، میگه حرفمون رو باید دیگه بزنیم، و دلایلش در ادامه ترانه رو عنوان میکنه. فریاد تو پنهون نکنه این خاک خاکستر نشین، ایران باید دردش رو به جهان بگه، گرچه که دردش رو سانسور میکنن، گرچه که اینترنتش رو قطع میکنن، گرچه که نمیذارن صداش به جهان برسه، ولی باز این بار رو دفعات قبل فهم میکنه و این اتفاق افتاده. خدای این خرافگی زندگی سوزونه، ببین. میگه این خرافه که در تن ما انداختن که درد رو درون خودت نگه دار، سکوت کن، حرف نزن و بذار که درد خودش درمان میشه، و این خدای این خرافگی زندگی سوزونه، این زندگی رو از بین میبره، و باید راجع به این
درد، این فشار، این زجری که سالیان ساله مخصوصا در این 44 سال ما ایرانی کشیدیم باید فریاد زده بشه و شاعر یک جور رهایی رو در کلام، در فریاد درد به مخاطب، به کسی که در ایران زندگی میکنه، به مخاطب خودش در واقع داره توصیه میکنه. بغض نکن، بغض نکن، این میانه دل نگه، این در واقع سکوت رو بشکن، بغض رو بشکن. وقتی عشق رو جاری میشه حرف هم راحت‌تر زده میشه. خروش تو گسیل کن سمت سکوت این جهان. اتفاقی که افتاد در 6 ماه پیش، من فهم میکنم اگه مثلا خروش تو روانه کن سمت سکوت این جهان باشه، حالا این گسیله، حالا یه مقدار میگم چون ترانه است، اگر مثلا روانه استفاده میشد بهتر بود. ای سرزمین زخمی میهن رنج و بردگی، که قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی. کلن پیامی که تا اینجا ما از ترانه ایرج جنتی داشتیم اینه که وقتشه که این آیین خرافه آدم باید درش رو تحمل کنه، این که یک عمر به ما یاد دادن رو بذاره کنار، همونجوری که در با کوچکترین اتفاقی در جهان تظاهرات مسالمت آمیز را میفته، حرف زده میشه، روزنامه ها آزادی بیان دارن و به علت اینکه بالاخره رسانه در جهان شخصی شده و هر کس با گوشی موبایل خودش میتونه یک رسانه داشته باشه، شاعر در واقع میگه که از این امروزی جهان، از این امکان امروزی جهان استفاده بشه و حرف زده بشه. میگه از چی حالا صحبت کنم؟ میگه از فصل قتل آب آبان ماهی هر ماهه و از آبان 98 به این ور، این اتفاقا به کرات آشکار و پنهان در مملکت و اوجش هم که از این 6 ماه پیش به این ور تکرار شده. از فصل قتل آب آبان ماهی هر ماهه بگو، سینه زنای نوجوان جون سپار غم زن، بچه هایی که سن کمتری دارن رو مخ اینا کار میشه، به سمت یک خرافه های دینی میرن. من به اعتقادات هیچ کسی هیچ کاری ندارم، اگر دین باعث بشه که ما انسان بهتری بشیم اون دین بهترینه، اما بهترین دین انسانیت، بهترین مذهب وجدانه، که ما به جای این که این قمر رو دست نوجوانمون بدیم که سر و بدن خودش رو زخمی کنه، آخر سر یه روزی به خاطر این خرافه جون خودشم از دست بده، در واقع باید اینو به جهان فریاد کنیم که در حکومتی اسیر شدیم که داره این رواج این در واقع یاور رو داره انجام میده، این ضد انسانیت رو داره رواج میده. از شهرهای لبالب، از گرسنه های در به در که پره روز به روز با گرونی و چیزی نمونده ما به قحطی برسیم در ایران امروز، در شهرهایی مثل داستانه مثل سیستان و بلوچستان، در شهرهایی مثل زاهدان و شهر اطرافش این اتفاق به کرات وجود داره. از خاورانهای پر از جنازه‌های قدغن، از کشتارهایی که در سال 67 شد، که جنازه‌هایی که اونجاست که مادرانشون کساکارشون میرفتن اونجا در واقع گل میذاشن عکس میگرفتن و با اونا برخورد میشد، میگه از این که شما بر سر مزار شهیدت، فرزندت، خواهرت، برادرت، پدرت و مادرت نمیتونی بری و گریه کنی، سبک بشی، از این حرف زن، از این قدغنه صحبت بکن، از صلح و از حرف زن، میهن من حرف بزن، از صلح و از برابری حرف زن، میهن من، از فقر و از ستم به جانب جهان حرف زن، از آنچه که در ایران ما از مخصوصا 44 سال پیش به این ور رخ داده. و دیگه از چی صحبت بکنیم؟ همچنان در جنتی ادامه میده، قاضیای معرکه گیر، پاسبونای روزخون داریم دیگه، قاضیایی که برای پول همه جور حکم غلطی رو پاشون امضا میکنن، پاسبونای روزخون که خیلی از همین روزخونا اشاره به اسلحه به دست بودن خیلی هاشون داره، که اختیاراتی دارن که ممکنه از یه نظامی بیشتر باشه، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوان، این اخباری که در روزنامه ها میخونیم و خیلی رئال بهش رسیده و رسانه سانسورچی ایران در واقع اصلا بهش نمیپردازه و شاعر که در آن سوی جهان حضور داره و این اخبار رو موثقش و حقیقتش رو میشنوه، در قالب ترانه اینو مینویسه تا ما از این سکوت رهایی پیدا بکنیم و بیشتر فکر کنیم و به سمت اندیشه بریم تا باور هر چیز. پدرای دخترکش و مادرای کلی و فروش، که این دخترکشی، همسرکشی، این زنکشی از آموزش های
یکی از آموزش های انسان ستیز این نظامه. مادرهای کلیه فروش که انقدر فقر و اقتصاد مزخرفی داره این سیستم که آدم ها اعضا و جواره بدن خودشون رو میفروشن تا بتونن حداقل یه مدتی بیشتر زندگی کنن، فقط زنده بمونن، حتی زندگی هم نکنن. بساطی های مسکن پیرزنای گونی بروش که میبینیدشون که در واقع از قصد این فقره رو ایجاد میکنه سیستم، که ما از این دست آدم ها ببینیم که اگر مثلا به یک حقوق کارمندی مثلا ما رو قانع کردن، بگن نگاه، همیشه در جمهوری اسلامی بوده این آدم فقیره، این آدم بدبخته، این آدم نداره رو ببین و شکر خدا کن، در صورتی که حق هر انسانی بالاترین چیز هاست، فقط در کشورهای مثل ما رسیدن بهش جرمه و جوابش میشه گلوله. رونق شاهین‌کشی و رژه فورت و کرکس، این در همه جوانب دیده میشه، یعنی در هنر، در سیاست، در اقتصاد، در زندگی روزمره. آدم‌های شایسته اول انقلاب خیلیشون تیربارون میشن، اعدام میشن یا مهاجرت میکنن. کیا میمونن؟ رژه فورت و کرکس، خودشون یا یک سری آدمی که نه درسی خوندن، نه سوادی دارن، نه توانایی دارن، توانایی بالا کشیدن شلوار خودشون هم ندارن، اما مثلا مسئول سازمانی میشن با میلیاردها تومان بودجه و فقط هم لفتلیس و اختلاس و فساد مالی و اخلاقی و همه چیز. تبلیغ پروا دادن و حراج قفل و قفس، دائم به تو میگن رشد کن، دائم میگن پیشرفت کن، دائم میگن قد بکش، اما چیزی که در واقع زیاده قفسه، قفل قفسه، به قیمت ارزان حراج میکنن که تو از اون حد محدود بالاتر نه. چرا؟ انسانی که بفهمه محدودیت ها رو رد کنه برای نظام های دیکتاتوری مثل اینا خطرناکه. رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، من خودم در شستی هم دیگه از همون وقتی که مدرسه میرفتم همش آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما پدر فلانی در میاریم، ما در دهان فلانی میزنیم، همش جنگ، همش ستیز، همش عداوت با دنیا. میام دیگه از تو دیوار مدرسه‌ام شروع میکنن که ما این ذهنیت ها بزرگ بشیم. شعار مرگ و جنگ و خون تو سینما، شمایل خوف و خرافه و جنون، به فیلم هایی که از غیر از یک دوره‌ای که حالا سیاه‌بازی بود و سیاه‌کاری بود در جمهوری اسلامی، در دوره خاتمی، به فیلم های سینما ایران نگاه کنید. خانواده‌های از هم گسسته، ترویج اعتیاد، ترویج نداری، ترویج دزدی، فحشا، فساد به بدترین شکل ممکنش، و میگفتن که سینما، میگن که سینما در جمهوری اسلامی زنها رو پوشیده کرد. بله، زنها رو پوشیده کرد، مردها رو هم پوشیده. این سرزمین زخمی میهن رنج و بردگی، که قصه سکوتتو میخوای به تاریخ بگی. اتفاقی که در سرتاسر ایران ما در این سالها جاریه، ایران جنتی با زبان خودش که معمولا یک زبانیه که مقدار شاعرانگیش بیشتره، این مقدار از سادگی فاصله میگیره، اما خب به نسبت گذشتش خیلی این سادگی بیشتر شده. همچنین ترانه می نویسه که من و شما مخاطب وقتی میخوایم یه اثر آزادی خوانه، یه اثری که فکر ما رو به خودش مشغول کنه بشنویم، واقعا یک برداشتی داشته باشیم و در احساس ما و در نگرش ما تغییری ایجاد بشه. پیشنهاد میکنم به سمت و فردای جهان رو حتما بشنویم، جزء کارهای زیبای این روزگار ماست، این روزگار شش ماهی حداقل این چند وقت اخیر. من عرفان سلیمی، خیلی خوشحالم که فرصت دیگری داشتم که در خدمت شما باشم. امیدوارم که هر جا هستین ذهنیتتون رو از محدودیت ها در واقع رهایی بدین و بدونین که شما به عنوان یک انسان، به عنوان نگین انگشتری خلقت، حق بهترین ها رو دارید و باید به بهترین ها برسید. چیزی هم نمونده بهش برسید. خدا یارو نگهدارتون.